بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید سلام به شما. شما بیننده برنامه گفتگو هستید که من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان تقدیمتون میکنیم. در مورد جنبش دادخواهی در ایران میخواییم صحبت بکنیم. جنبشی قوی و ریشه‌دار که میشه گفت به قدمت خود حکومت جمهوری اسلامی هست. در سال 60 وقتی که جمهوری اسلامی دست به قتل عام زندانیان سیاسی زد، مادران خاوران قد علم کردند و این جنبش رو پایه‌گذاری کردند و تا به امروز این جریان ادامه داره. مادران و خانواده‌های زیادی به این پیوستن و همینجور سرپا نگرش داشتن و امسال به خصوص در دل انقلاب زن، زندگی، آزادی این جنبش گام‌های بزرگی به جلو برداشت و تبدیل شد به یک جنبش شناخته شده در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی. این جنبش چجوری رشد کرده؟ سرکوبا چقدر روش تأثیر گذاشتن؟ محاکماتی یا دادگاه‌هایی که به صورت نمادین برگزار شد چقدر روش تأثیر گذاشته و امروز کجا ایستادیم؟ مطالباتش چی بوده؟ در برنامه امروز ما کاظم نیکخواه و هرمز رها شرکت دارن تا به سوالای ما پاسخ بدن. سلام میکنم به شما مهمانان گرامی. سلام به شما هرمز رها، خیلی خوش اومدید. و سلام میکنم به شما کاظم نیکخواه، شما هم خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگو. تشکر میکنم، با درود به شما و همکارانتون و هرمز عزیز. خب شروع میکنم با شما کاظم نیکخواه. اگر که توی مقدمه صحبتی که کردم گفتم جنبش دادخواهی یک جنبش ریشه دار هست، امیدوارم با تبیین من موافق باشید تا بتونم بر اساس همین از شما سوال بکنم که راجب شکل گیریش بگید، راجب پیشرفتاش بگید، راجب قدمتش بگید. بفرما. اول همطور که گفتین شما، جنبش دادخواهی یک جنبش ریشه دار و قدیمی در ایرانه و به قدمت خود جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، حکومت جنایت و قتل و اعدام هست. ولی جامعه در مقابل جنایاتش هیچگاه ساکت نبوده و این ویژگی جامعه ایران در دوره جمهوری اسلامی است که به اصطلاح جدال و مقابله و جنگ و اعتراض فضای جامعه رو نشون میده. یک جنبه مهم از این تقابل با جمهوری اسلامی جنبش دادخواهی است، یک جنبش بسیار سرنگونی طلب، آزادی خواهانه، انسانی، دادخواهانه که میخواد به اصطلاح مقابله بکنه با یک حکومت توحش و عقب مانده و خونخوار و ضد انسانی. این جنبش همونطور که گفتین در واقع از دهه 60 شکل گرفت. مادران خاوران پایه‌گذاران این جنبش بودند، نقش بسیار جدی در فضای اعتراضی جامعه داشتند، همراهی وسیع، همبستگی زیادی رو با این جنبش در جامعه دامن زدن و مردم همیشه وسیعا ازشون به اشکال مختلفی حمایت کردن. و بعد از اون ما میرسیم به مثلا ادامه جنبش دادخواهی در سالهای بعد، در مثلا جنایات بعدی که صورت گرفت و خیزش های بعدی که صورت گرفت، 96، 97، 98، 99، 1400 و بعدش تا میرسیم به خیزش یا انقلاب زن، زندگی، آزادی که مثلا گستردگی بسیار بیشتری پیدا کرد و نماد مقابله و مقابله مردم با جمهوری اسلامی است و تا اینجا هم فعالانه و شفاف و روشن و متعرض علیه جمهوری اسلامی ایستاده و بخشی از تقابل مردم با حکومت اسلامی است. بله. خب هرمز رها، توی این مدت بیشتر از 40 سال این جنبش حرکت کرده، پیش رفته، رشد کرده، حتما مطالباتی رو مطرح کرده. این مطالبات کدوما بودن؟ رو چه چیزایی معینی میشه انگشت گذاشت؟ خب بعد گفت جنس مطالبات جنبش دادخواهی از جنس مطالبات دیگه جداست. یعنی به مستقیم معنی سرنگونی میده.
به سرنگونی وصله. یک جنبش مهمیه در جنبش سرنگونی. خب ما دیدیم هم که الان صحبت شد اشاره کردیم شما به مادران خاوران، خب اینا خواستایی دارن از همون ابتدا و مادران همینجوری اومده که عزیزانشون از دست دادن تو دوره های مختلف که الان صحبتش شد کاظم ریخا اشاره کردن. خب اینا خواستایی دارن، خواستاشون اینه که عاملین و آمرین این قتل‌ها، این کشتارها مشخص بشه، عدالت برقرار بشه، عدالت رعایت بشه و جنس این جنبش، جنبش دادخواهی به نوعی انتقام جویانه نیست، میخواد حقیقت روشن بشه، میخواد جامعه آینده واکسینه بشه و این جنایات تکرار نشه. این جنبش یک جنبش فراگیر، پوینده و قوی هستش الان. به قدمت خود جمهوری اسلامی جنایاتش همچنان به جلو اومده و تو دوره های مختلف جنبش هایی که شکل گرفته سال 98، 96، همین الان 1401، خب ما میبینیم این جنبش ها، این خیزش ها روی جنبش دادخواهی اثر گذاشته و اونو متعین کرده. به نوعی خود همین جنبش دادگاهی در جنبش دادخواهی در دادگاه های نمادین و دادگاه های قضایی اومده فرموله شده، اومده صحبت ها، خواست ها و اون چیزهایی که داشتن، آرزوهای قلبی که مادران داشتن تو این دادگاه ها تجلی پیدا کرده و خیلی به نکات قانونی اشاره شده. خب اینا همش جنبش دادخواهی رو قوی کرده و الان میبینیم که جنبش دادخواهی در اینجا ایستاده. دادگاه های مختلف از دادگاه حمید نوری گرفته تا آبان تریبونال تا دادگاه تریبونال چند در چند مرحله و دادگاه پرواز اوکراین. به این دادگاه ها حتما برمیگردم و به صورت مشخص و میبینیم که جنبش دادگاهی گام ها به جلو گذاشته. بله، در رابطه با این دادگاه هایی که اشاره کردید، منم توی ابتدای صحبتم گفتم حتما برمیگردیم و به صورت مشخص تر بهش میپردازیم. اما کاظم نیکا، نمیدونم تصویرتون رو نداریم ما، ارتباطمون برقرار؟ بله. خب کاظم نیکا، توی دوره حکومت جمهوری اسلامی علارغم پیشرفت دادخواهی، سرکوب‌های صورت گرفته، مادران دادخواه دستگیر شدن، به زندان افتادن، پدران همینطور به زندان افتادن و کسانی که توی این جنبش دادخواهی بودن دستگیر شدن و به علاوه اینکه کل جامعه جمهوری اسلامی تلاش کرد سرکوب بکنه و خفه بکنه اعتراضات مردم رو، چه جوری تاثیر گذاشته روی جنبش دادخواهی این سرکوب ها؟ اصلا تاثیر گذاشته، نذاشته، به چه صورت بوده؟ اون چیزی که شاهدیم به هر حال جنبش دادخواهی در واقع محکمترین، مستحکمترین جنبشی است یا بخشی از جنبش هایی است که در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده و خود این سرکوب ها نشون دهنده این است که فشار سنگینی رو این جنبش روی جمهوری اسلامی گذاشته. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که مانع مثلا برگزاری مراسم یادبود جان باختگان بشه، به اصطلاح مراسم عزیزان مردم در خفا در برگزار بشه، کسی شرکت نکنه، نمیدونم، یعنی همه اینا در واقع عکس واقعیت رو نشون میده که بخشی از فضای این جامعه است، فضایی که مردم در کنار خانواده های قربانیان جمهوری اسلامی فعالانه ایستادن و با صدای رسا علیه جانیان شعار میدن، فریاد میزنن. در نتیجه من میخوام بگم که این سرکوب ها نه فقط جنبش دادخواهی رو نتونسته عقب برونه، بلکه خودش به مثلا همبستگی بیشتر مردم با این جنبش، پیوند بیشتر مردم، بخش های مختلف مردم دامن زده.
جنبش دادخواهی الان یه جنبشی از زاهدان، تهران، کردستان، اهواز و بخش‌های مختلف جامعه، تبریز و همه بخش‌های جامعه رو به هم پیوند میده. گرایشات مختلف رو اصطلاح کنار زده، مردم هم بسته با موضع سرنگونی، با موضع دادخواهی، با موضع به محاکمه کشیدن سران جمهوری اسلامی کنار هم تو این جنبش خودشون رو، صدای خودشون رو میشنوند. و در نتیجه به نظر من به طور واقعی این سرکوب ها نتونسته جنبش دادخواهی رو عقب برونه. تو مثلا فشار زیادی از همون دوره مادران خاوران روی مادران خاوران گذاشتن تا برسه به امروز، و این جنبش این مدام گستردگی بیشتری پیدا کرده. خب یه دلیلش اینه که قربانیان بیشتری از مردم گرفته شده، ولی واقعیت اینه که این جمهوری اسلامی هدفش این بود که مردم رو ساکت کنه با جنایاتش، ولی درست برعکس جنبشی رو دامن زده که ستون فقرات انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی هست و نمیتونه خودش رو ازش خلاص کنه. به نحوی که الان ما میبینیم تو فضای حتی دستجات مذهبی و غیره هم میان و اعلام همبستگی میکنن با خانواده های قربانیان، و این نشون میده چه شکاف عظیمی تو صفوف حکومت این جنبش انداخته که به اصطلاح جمهوری اسلامی رو به لرزه مرگ انداخته. بله. خب هرمز رها، شما توی صحبتاتون به دادگاه های نمادینی که مثلا مشخصا ایران تریبونال که چند جلسه داشت، آبان تریبونال و دادگاه حمید نوری. خود دادگاه حمید نوری خیلی به بخشای مختلف مثل سند به ایران تریبونال رجوع کردن، حتی وکلا رجوع کردن و مثل یه سند ازش استفاده کردن. راجع به اینا برامون صحبت بکنید، ببینیم که خود این دادگاه ها چجوری تاثیر گذاشت روی جنبش دادخواهی. خب این دادگاه ها به عنوان سند، اسناد معتبر ثبت شد در تاریخ، یعنی میمونه. همین دادگاه حمید نوری در قوه قضاییه جمهوری همین سوئد و یا در قوه قضاییه قوانین بین المللی میتونه تاثیر داشته باشه، از تجاربش استفاده کنند، از اطلاعات و نکاتی که مطرح شده کلی شاهد و کلی آدم هایی که عزیزانشون از دست دادن، انسان هایی که اومدن دادخواه بودن، اومدن در اونجا شهادت دادن، حضور پیدا کردن، همدیگر رو پیدا کردن، مصاحبه های مختلف انجام دادن، تمامی شبکه ها گزارش تهیه کردن. خب اینا همش اسناده، اینا همش مدارکی هست که میمونه، موندگاره. خب این دادگاه به نوعی آرزوی مادرانی بود که مثلا مادر رضایی ها 4 تا از بچه هاش اعدام کردن و اونجوری که در اون دوره مطرح میکرد عنوان شده. خب میگفت من موقعی میام تو خیابون لباس سرخ میپوشم، در جلو تظاهرات باشم به علیه این رژیم. ما الان میبینیم که آرزوش داره متحقق میشه. به نوعی مطرح میکرد که ببینم این سران این رژیم و این اینایی که بچه های منو کشتن ما دارن محاکمه میشن. ما امثال فرع مدانی دیدیم که همون تو دادگاه خود کمیته علیه اعدام با این افراد مصاحبه کرد که 4 نفر از اعضای خانوادهش، 1 خواهر و 3 برادرش اعدام کردن و 4 نفر از اعضای همسرش. خب اینا تمام نمونه هایی بود که این دادگاه اومد و جلو چشم جامعه ایران، جامعه غرب گرفت که جمهوری اسلامی چه جنایت هایی تون دوره فقط توی سال 67 یک در عرض چند ماه انجام داده. حالا خب به کل دهه 60 و دهه های بعد تا همین الان، خب اینا همش احتیاج به دادگاه های دیگری از جنس همین دادگاه سوئد. خب ما دیدیم احتیاج داره یه همچین دادگاه های جمهوری اسلامی. دیدیم که بیش از 90 جلسه برگزار شد، حمید نوری با حکم حبس ابد در زندان، همچنان دادگاه های استیناف اون داره برگزار میشه تو همین ماه سپتامبر، اول سپتامبر و 4 سپتامبر 2 جلسه باز دادگاه هست، میره همینجور جلسات تا
نوامبر تا ماه نوامبر این جلسات دادگاه همچنان ادامه داره. خب اینا خبررسانی میشه، اینا به نوعی نشون میده که جمهوری اسلامی باید منتظر دادگاه های اینچنینی در داخل خود ایران باشه. بله. خب بله. خیلی ممنونم. خب کاظم نیکا، من میخوام الان یه مقدار بیایم جلوتر و برسیم به یک سال گذشته، تقریبا یک سال گذشته، و ببینیم که انقلاب زن، زندگی، آزادی چه مراحلی رو پشت سر گذاشته و جنبش دادخواهی امروز کجاست. یکی از به اصطلاح صحنه‌های باشکوهی که ما طی انقلاب زن، زندگی، آزادی دیدیم، حضور خانواده‌ها بر سر مزار عزیزانشون هست و سخنرانی‌های پرشور اونا هست. اینا رو میخوام ببینم که چجوری این حرکات تأثیر گذاشت روی انقلاب زن، زندگی، آزادی. بفرمایید. بله، خب انقلاب زن، زندگی، آزادی با قتل مهسا امینی، ژینا شروع شد، کلید خورد و اعتراض و خشم سراسری مردم به این جنایت و در ادامش برحال به خیزش ها، تظاهرات، شعار دادن ها، تجمعات با شعار سرنگونی جمهوری اسلامی در سراسر کشور ادامه پیدا کرد. خب تو این ماه های گذشته، ماه های اخیر به درجه زیاد این روشنه که این انقلاب مثلا فروکش کرده تا اونجا که به خیزش های خیابانی مربوط میشه، اما گفتمان سرنگونی، گفتمان انقلاب، گفتمان انقلاب زن، زندگی، آزادی کاملا فعال و زنده تو خیابونا هست، تو جامعه هست و این جمهوری اسلامی رو به وحشت انداخته. به ویژه الان که به سال روز این انقلاب نزدیک میشیم، شاهدیم که مثلا سران جمهوری اسلامی از فرماندهان سپاه و غیره و غیره میگن که یه عده‌ای میخوان توطئه کنن دوباره انقلاب رو دامن بزنن و اینا. اتفاقی یعنی چیزی که شاهد بودیم تو این ماه ها مثلا جنبش دادخواهی به عنوان محمل و سکوی ادامه انقلاب خودش رو نشون داد در همه جا، و وقتی کسی به جامعه نگاه میکنه میبینه که این انقلاب بر دوش اینجا توی مقاطعی بر دوش این جنبشه که داره ادامه پیدا میکنه، شعار دادنهاش، فضای سرنگونی، فضای همبستگی، سراسری بودنش، همه خصوصیاتی که انقلاب زن، زندگی، آزادی داشت و داره خودش رو در جنبش، در تجمعات، مراسم، بزرگداشت‌ها و به اشکال مختلف گرامی داشته جانباختگان انقلاب خودش رو نشون داده و نشون میده. و همین ها به اصطلاح اون جنبه ای هست که به همه داره میگه که انقلاب زنده هست، انقلاب ادامه داره، فضای انقلابی، سرنگونی، گفتمان انقلاب، جنبش انقلابی، همه اینا تو جامعه زنده و فعال جریان داره و این فضاست که به جامعه امید میده، به جمهوری اسلامی وحشت تو صفوف جمهوری اسلامی میندازه و به اصطلاح امکان تقابل و فرونشوندن و سرکوب اون رو نداره. اعدام کردن، سرکوب کردن، دستگیر کردن، خانواده ها رو تهدید کردن و غیره، ولی فضای جامعه و فضای این جنبش همچنان به فوران خودش تو اشکال در روزهای مختلف به یاد جانباختگان ادامه داد. بله. و همین ها اون چیزی است که فاز اولیه انقلاب رو به فاز بعدیش که تو جریان است و در چشم‌انداز است وصل میکنه و من مطمئنم که ما با در همین ماه‌های آینده با فوران و خیزش‌های بسیار بیشتری در جامعه، در سراسر جامعه مواجه خواهیم بود که به اصطلاح کاملا جریان داره، کاملا زنده است، کاملا مشاهده میشه و ملموس همه جا دیده میشه. بله. خب وقت خیلی زیادی نداریم. هرمز رها و کاظم نیخا، از هر دو میخوام که با توجه به اینکه در آستانه سالگرد انقلاب هستیم، جامعه خیلی خودشو داره آماده میکنه و فکر میکنید که
هرمز رها شما میتونید بگید، 2 دقیقه فرصت دارید بگید که مشخصا چه انتظاری داریم از اینکه دادخواهی، جنبش دادخواهی، دادخواهان چطور ظاهر بشن و چه جوری جامعه رو بکشونن به اینکه این تصویری که کاظم نیکخواه داد این رو بتونیم به دست بیاریم، فوران انقلاب، پیشروی انقلاب و دستاوردهای بیشتر. خب تا همینجا دادخواه ها مرتب یاد عزیزانشون رو گرامی میدارند. آرامستان ها شده مرکز دادخواهی، جنبش دادخواهی تو اونجاها جاریه. مرتب میبینیم که تجمع میکنند، شعار میدن، سرودهای انقلابی میخونن و میگن که قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. در همون جاها جمهوری‌اسلامی با شگردهای مختلف میخواد ناپدیدسازی کنه. تا حالا تو 40 و اندی سال خیلی ها رو کشته و جنازه ها رو تحویل نداده، به همین دلیل که نمیخواد ادامه پیدا کنه، نمیخواد سند بذاره، سندی از جنایتش. قبرستان ها رو ما میبینیم که میخواد نیست و نابود کنه، از دسترس خارج کنه، حصار بکشه، ولی خب مردم همچنان ادامه میدن و خواهان ادامه این جنبش دادخواهی و ادامه این جنبش انقلاب زن زندگی آزادی هستن. خب روز 16 سپتامبر روز گرامی داشت مهسا، روز تداوم انقلابه. خب مردم باید در اقشار مختلف بیان و ادامه بدن، چون مشکلات جامعه بهتر نشده که خیلی بدتر شده، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، اجتماعی. سرکوب ها همچنان ادامه داره. مردم نمیخوان کوتاه بیان، خب باید متحد و یک پارچه بیان. و همچنان که در این چند ماه ما دیدیم در بیانیه های مختلف، انجمن ها، نهاد ها و تشکل ها از دانشجویی و کارگری و زنان گرفته دارن اطلاعیه میدن، منشور میدن. خب اینو باید تحقق بدن و بیان توی این مرحله انقلاب و یک نفس تازه و یک حرکت تازهی بهش بدن. بله. توی هم دوره گرامی داشته مهسا. بله. که این انقلاب سر بازی ایستادن نداره. مردم باید متحد و متشکل و همبسته بیان از این به بعد ادامه بدن. بله. کاظم نیکخواه، صحبت های شما رو میشنویم، 2 دقیقه بفرمایید. بله، من میخوام تاکید کنم که جنبش دادخواهی جنبش فقط خانواده ها و بازماندگان قربانیان نیست و این رو میدونیم. خود این خانواده ها دیدن، مردم وسیعاً خودشون رو همراه این خانواده ها میدونن، بخشی از این جنبش میدونن، خودشون رو دادخواه میدونن و این واقعیت رو این خانواده ها و مثلا این اعضای این جنبش دادخواهی باید ببینن که یک پشتوانه میلیونی دارن تو جامعه و با این پشتوانه میلیونی و ده میلیونی در واقع به حرکتشون ادامه بدن. سالگرد انقلاب، سالگرد قتل مهسا 25 شهریور است. از همین الان باید با بیانیه های روشنی ادامه خیزش و انقلاب زن زندگی آزادی رو اعلام کنن، اعلام کنن که روز 25 شهریور تعطیل عمومی است و نه فقط تعطیل بلکه تجمع، اعتراض، فریاد زدن، شعار دادن. جمهوری اسلامی جاش تو این جامعه نیست و جنبش دادخواهی جنبشی است که بیشتر از هر کسی، هر جنبشی محقه که فریاد سرنگونی سر بده علیه کسانی که عزیزان این مردم رو، عزیزان این خانواده ها رو ازشون با شقاوت، با بیرحمی گرفتن و در نتیجه با همین عزم و اراده و به اصطلاح همبستگی باید ادامه انقلاب رو به شکلهای مختلفی اعلام کرد، با همبستگی سراسری و با بیانیه ها و اعلام ادامه انقلاب میشه ما گام های اساسی تری جلو برداریم. به شاهد این باشیم که در ماه های آینده جامعه به طرف سرنگونی گام هایی گرم داره و تفاوت های کیفی رو، تحولات کیفی رو تو جامعه به طرف سرنگونی جمهوری اسلامی شاهد خواهیم بود.
این فضا رو باید جنبش دادخواهی بیشتر از هر کسی موقع هست و امکانش رو داره که نمایندگی کنه، بیان کنه و بازتاب بده. بله، خیلی متشکرم از شما هرمز رها و خیلی ممنونم از شما کاظم نیکا. تشکر میکنم، ممنون هستین که این فرصت رو دادید. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با هرمز رها و کاظم نیکا در رابطه با جنبش دادخواهی. امیدوارم که بحث ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان برای شما ساعات و لحظه های خوبی رو آرزو مندیم. سربلند باشید.